قصر شاهان هولوک در دهه قرمانشاهی ناحیه بوسه واقع می باشد. این یادگاری تاریخی از عصرهای 9 و 11 تا زمان ما باقی مانده است. امروز هولوک یکی از موضع های دقت جلب کننده برای سیاحان به حساب می روند. به اینجا آدمان از تمام جهان می آیند. با مقصد باز هم جلب نمودن شماره بیشتری سیاحان، روزی 26 سپتامبر نمایندگان شرکت های سیاحی 12 دولت جهان به هولوک آمدند. البته ما در خطسیر خود این منطقه بوسی رو قلعه هولوک رو در آوردیم که برای اینکه وظیفه ما همین چیز بود که همین جایهای تاریخی که در دولت ما هستند همین چیزها رو به سیاحان کشور دیگر نشان دهیم که در تمام دنیا تاجیکستان رو با همین جایهای تاریخی خود معلوم کنیم. درباره تاریخ هولوک مهمانان تصور را داشتند، اکنون آن را از نزدیک میبینند. در زمان سامانیان هولوک شهری پیشرفته به حساب میرفت. سال 1064 بعد 6 ماه محاصره و محکم کردن شبکه آبیاری برابری ارسلان، ترکان بادیانشین سلچوقی این شهر را آتش زده سوزاندند. بعد 1000 سال در زمان صاحب استقلالی تاجیکستان سال 2004 هولوک مراتبه 4 برقرار میگردد. کارهای برقرار کنی قصر شاهان هولوک در 4 مرحله ادامه یافته سال 2020 انجام می‌یابد. از 1 اپریل سال 2004 هولوک همچون مؤسسه دولتی ممنوعه تاریخی فرهنگی فعالیت دارد. در نزدیکی قصر شاهان هولوک آثارخانه هولوک واقع می‌باشد. در آثارخانه زیاده از 5143 نگاره‌ها که از قصر شاهان هولوک یافت کرده شدند نگاه داشته می‌شوند. در 9 ماه سال 2017 به هولوک 2761 نفر سیاحان تشریف آوردند. وارثان شهر هولوک امروز ساکنان ناحیه واسه میراث گذشتگانمان را نگاه داشته فرهنگ و مدنیت ملیمان را پیش می‌برند. در هولوک مهمانان به هنرهای مردمی شناس گردیده برای خود از هولوک ارمغان گرفتند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهورف از ناحیه واسه برای برنامه تلاوتی نوید.